السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، امید دارم که همگی خوب هستید. صحبت امروزه ما هم باز در باره بدخشان می رود. پیش از همه تشکری از او برادرای میکنم که خستن صدا بلند کردن، به طرف نایستادن در مسئله بدخشان و هر چیزی که از دستشون اومد کردن، نه اینکه رفتن از دور نگاه کردن و یا اینکه فتنه کشتن در موبایل. مسئله بدخشان نشان داد که الحمدلله مردم تاجیکستان این یک مردم قوم پرست ملت پرست نیست، بغیر از اینکه یک چند حکومتی است در مابین فتنه ها کشتند و میخواستند ملت را به قسم قسم و گروه گروه جدا کنند. و الحمدلله قضیه بدخشان نشان داد که ملت تاجیک نگفت که من کلابی هستم، ملت تاجیک نگفت من غرمی هستم و دیگرش نگفت که من بدخشانی هستم. و الحمدلله همه با هم یک جایه صدا بلند کردن بر ضد ظالم، بر ضد کسانی که دشمنی ملت تاجیک هستند و دشمنی ما و شما هستند و هر روز نقشه ها میکشند که چگونه ما و شما را از بین ببرند، چگونه وطن ما را فروشند، چگونه بزرگای ما و شما را نام هاشون نیست نابود کنند و خودشون را بیارند گویا روشن فکر بزرگ نشان بدهند. اما امید دارم که ملت تاجیک این خائنان را هیچگاه برای خود یگان بزرگ، یگان پیشوا و یگان پریزیدنت این چیزها قبول نمیکند. و اون چیزی که در بدخشان رخ داد برادرای عزیز یک چیزی خیلی بد است و واقعا تروریست بدن یک گروهی که در حکومت نشستن نشان داد که اینها آماده هستند برای قدرت، برای کرسیشون همه را بکشند. پس ما و شما برادرای عزیز از امروز انشاءالله کوشش میکنیم که بر ضد تروریست ها، بر ضد اکستریمیست ها یک جایه صدا بلند کنیم، اینها را به زانو بشنونیم، اینها باید جواب بگن برای اون کارهایی که کردن، برای کسایی را کشتن و برای او قسمی که وطن مانا فروختن و به ناموس زن مسلمان تاجیک دست رسیدن و به مردای مسلمان تاجیک بردن، سلفی و وهابی و اکستریمیست و تروریست و اخوانی و داعشی و دیگر دیگر چیزها بردن زندان کردن. و اینها باید در برابر این قدر ظلمشون و در برابر این قدر تهمت هاشون باید در نزد ما و شما جواب بگن. و اگر الله سبحانه و تعالی برای ما و شما پیروزی را نصیب گردون، انشاءالله این ظالم ها را ما و شما بزانو میشنونیم، برای هر یک کاری کردهشون جواب میگن در نزد این مردم. و اگر که الله جان این ظالم ها را گرفته و اینها مردن، هیچ جو فراموش نکنن که به این تمام شد، قیامت هست، در اون روز روزی عدالت هست که شما انشاءالله جواب خواهید گفت. خب برادرو، مردم بدخشان در بدخشان یک میتینگی کردن، همه یک جا شده صدا بلند کردن که استعفا، استعفا. او کسی که یک شهروند چکش، همه طلب استعفای اون را کردن. اما من پیشنهاد به تمام مردم بدخشان میکنم، نه تنها به تمام مردم بدخشان، به همه تاجیکستانیان میکنم که ما نه تنها استعفای او را طلب کنیم، ما و شما باید طلب کنیم که استعفا و جزا. در برابر اون که او تروریست به استعفا رفت، ما و شما باید طلب کنیم که او را جزا بدهند، برای اون که در آینده هر کسی سر قدرت میآید، پیش از اون که یک شهروند تاجیکستان میکشد، فکر کند که یک پرکرور بود در بدخشان، یک بدخشانی را کش با نام گلبدین، مردم خیستن صدا بلند کردند که استعفا رفت و بعد از استعفا رفتنش مردم طلبی زندان شدن اون تروریست را کردند. پیش از اون که یک نفری نو به حکومت میاد، این فکرها را باید کند. با یک استعفا ما و شما این قضیه را باید نپوشونیم، بلکه او باید جزا ببیند. و از همه او برادرو دعوت میکنم که در برابر استعفا طلب کردنشون باید جزا هم طلب کنند. ما و شما همه با هم در یک جایگی انشاءالله استعفا و جزای او را طلب میکنیم. بیاید یک ویدیو رو میبینیم که مردم بدخشان چگونه یک جا شده صدا بلند میکنند. بعدا انشاءالله با صحبت دوام میدیم. Let's see.
چی گونه‌ای که برادرو ویدیو را شما دیدید که همه با هم در یک جایگی صدا بلند میکردند که استعفو 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 و حتی او کسی که گلبدین را کش به او اجازت نمیدادند که صحبت کند، زیرا تروریست باید به استعفو برود، تروریست باید زندان برود. و برای همین من از شما برادرو طلب میکنم که به او پرکرور تروریستی که گلبدین را کش در برابر استعفو طلب کردنتون، باید ما و شما همه با هم در یک جایگی جزای او را طلب کنیم. اگر حکومت او را جزا نداد، پس معلوم می شود که او قتل گلبدین را رحمان فرمان داده است، نه اینکه او پرکرور از پیش خودش او را کشته باشد. به همین خاطر برادر عزیز بی‌طرف نباشید در برابر جزا طلب کردن. ان شاء الله که روز تا روز مردم تاجیکستان بیدار شده ایستادند، مردم تاجیکستان با پو خسته ایستادند، مردم تاجیکستان دیگر از این ظالمان هیچگاه نمی‌ترسد و همه وقت آماده است در برابر این ظالم قیام کند، در برابر این ظالم حق خچه طلب کند. و از دیگر برادران هم دعوت میکنم که بی‌طرف نباشید، صدا بلند کنید. ان شاء الله که پیروزی نصیب ما و شما است. الله همتا نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.